با نام یاد خدا میخوایم اولین جلسه از ساختمان دادن خدمتون توضیح بدیم. تو این قسمت میخوام در رابطه توابع بازگشتی صحبت بکنم. توابع بازگشتی میخوام بهتر بهتون بگیم دو تا ویژگی داره. یکی این که خودشو فراخوانی میکنه، دوم این که شرط توقف داره. پس توابع بازگشتی دو تا ویژگی داره، یکی این که خودشو فراخوانی میکنه و دومی این هستش که شرط توقف داره. خب من ساعتا تابع بازگشتی که میتونیم بنویسیم، تابع بازگشتی هستش که مثلا میتونه برای فاکتوریل حساب بکنیم. مثلا میگیم پس مبحث ما چیه؟ مبحث ما تابع بازگشتی هست. خب ما تابع بازگشتی میخوایم در نظر بگیریم. دو تا ویژگی داره، یک خود را فراخوانی میکنم، دو چیه؟ دو شرط توقف داره. این ویژگی توابع بازگشتی، اول خودش را فراخوانی میکنم، دوم شرط چی داره؟ توقف داره. خب یه مثال بزنیم. مثلا مثالمون چی باشه؟ مثالمون باشه FN، مثلا FN بمان تابع فاکتوریه میشود چی؟ N در N منهای 1 در N منهای 2 در N منهای 3 در همینجوری الی آخر تا 1 میشه. خب الان به من بگید ببینم FN منهای 1 چه خواهد شد؟ FN منهای 1 چی میشه؟ آیا این جمله بالایه نیست؟ N منهای در N منهای در N منهای 3. پس با این اوصاف من میتونم بگم که FN چیه؟ FN FN میشود این جمله رو من کپی میکنم. خب این جمله با چی برابر میکنه؟ با FN منهای 1. پس به جای جمله این وری میذارم FN منهی. خب این تا اینجا نصف قضیه. خب الان من بخوام F5 رو محاسبه بکنم، طبق فرمولمون چی میشه؟ F5 به جای N میذارم 5، چی میشه؟ میشه 5 ضرب در F4، درسته؟ میشه بعد 5 ضرب در F4. خب F4 چی میشه طبق فرمولمون؟ F4 می شود 4 ضرب در F3، 4 ضرب در F3 می شود. خب F3 چی می شه؟ می شود 3 ضرب در F2. F2 چی می شه؟ می شود 2 ضرب در F1. ببینید برای شرط و توقف در نظر نگرفتیم، برای شرط توقف چیه در نظر نگرفتیم. F3 شد F3 ضرب در F2. F2 رو یه بار دیگه می‌نویسم، می‌شود 2 ضرب در F1. این همینجوری تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کنه. F1 چی میشه؟ می‌شود 1 ضرب در F3. FSF چی میشه؟ FSF چون شرط توقف نداره اینا میشه چی؟ میشه 0 ضرب در FC منهی. درسته که توی تعریف تابع فاکتوریه میگیم اگر میگیم N در FN منهی که اگر چی باشه؟ اگر N بزرگتر مساوی 1 باشه. خب و یعنی FN و یعنی FN 1 خواهد شد اگر Nمون چی باشه؟ Nمون 0 باشه. یعنی اگر Nمون 0 باشه F0 چی؟ F0 میشود 1. پس اینجا F0 رو دیگه 0 ضرب در نمیتونیم، میتونیم 1. الان F0 شد 1، پس به جای F0 میذارم 1، میشود چی؟ میشود 1 ضرب در چند؟ 1 ضرب در 1 به این کامیون فرستک میشه 1. دور به جای F1 1 میذارم، پس میشه 2 ضرب در F
یک یک میشود دو. خب اف سه چی میشه؟ میشه سه ضرب در اف دو. اف دو چند شده بود؟ دو شده بود. میشود سه ضرب در اف دو که دو هستش میشود شیش. خب اف چهار چی میشه؟ میشه چهار ضرب در اف سه. اف سه این پایین در آوردیم شیش. شیش ضرب در چهار میشود بیست و چهار. و اف چهار اف پنج چی بود؟ اف پنج پنج ضرب در اف چهار میشود پنج ضرب در اف چهار از پایین در آوردیم بیست و چهار میشود چند؟ صد و بیست. به این کار میگیم توی اسمت کنم. حالا میخوام همینو برنامهش اصطلاحا چیه بنویسیم، ببینیم چجوری میتونیم اینو بنویسیم. خب فایل میزنم نیو پروژیکت رو انتخاب میکنم. خب کنسول اپلیکیشن سی پلاس پلاس رو میزنم. مثلا تو درایو سی حالا همینجا توی همین دیتا استراکچر اینجا دونه پی آر جی میسازم که برنامه که می‌نویسیم بذاریم اینجا. خب اینجا میگیم ریکرسیو چی فانکشن. خب فونتش هم بزرگتر بشه. خب این کامنت ها رو پاک میکنم، به درد اون نمیخوره. که داخل مینر هم پاک میکنم، اینم به درد اون نمیخوره. میگم چی؟ میگم یه تابع به اسم فاکتوریال بود، درسته؟ خوبش اینتر میگیم فاکتوریه. خب یه عدد میگیره، درسته؟ این پروتایپشه اصطلاحا. این چیه پروتایپشه؟ میارم پایین تعریف میکنم. چی میگم؟ میگم اگه عدد n رو میگیره، اگر n مساوی 0 شد چی برگردون؟ اگر n مساوی 0 شد چی برگردون؟ بچه کمکم بکنه چی برگردونه؟ return چی؟ 1. اینجا داشتیم دیگه، اگر n مساوی 0 شد چی برگردون؟ 1 برگردون. و یعنی چی برمیگردونه؟ برمیگردونه چی؟ return n در چی؟ fn منه 1. خب اینجا میگم که سیات بکن، حتی قبلش using namespace هم مینویسم. using namespace چی؟ std. خب میگم cout، میگم که پلیز اینتر انام به یه عدد وارد بکن. اینتر ایکس مثلا مساوی صفر، کوسین چیه؟ ایکس رو میگیریم. بعد میگم که سیات بکن چی رو؟ ایکس فاکتوریل مساوی چی؟ مساوی تابه رو گفتیم بهتره با حروف، تابه رو با حروف کوچیک می‌نویسیم، تابه با حروف بزرگ نمی‌نویسیم. اسمش فاکتوریال دیگه. خب بیا فاکتوریال اینو حساب بکن. دو تا اف الان خورد. خب ایکس رو حساب بکن. آخرم یه اند الم چیه؟ می‌ذاریم. خب مثلا بگیم 5 فاکتوریال چی میشه؟ سموکالن یادمون رفته. اف 11 رو میزنم. اسمش فاکتوریال. مثلا میگم 5 فاکتور، 5 فاکتور چند نوشت بچه ها؟ نوشت 120. 5 فاکتور چی نوشتش؟ 120. خب
برنامه الان که تریسم بکنی، حالا من توی چیز برنامه گفتیم مثلا 5 رو چک میکنه 5 مساویه یکه، نیستش میاد 5 ضرب در فاکتوری 4 حساب میکنه، دوره 4 مساوی یکه، نه 4 ضرب در فاکتوری 1 حساب میکنه. خب همینجوری الاخر تا فاکتوری چند میرسه؟ تا فاکتوریال 1 میرسه. خب تا فاکتوری 1 میرسه، بعد همینجور تریس فاک میکنه برمیگرده و مقادیر به همون میده. خب من تو قسمت بعد چیز بازگشتی خدمتون عرض خواهم کرد.